سفارشی سازی پیشرفته بک‌گراند در نرم افزار پرزی پلتفرم پرزی نکست. در این بخش از آموزش می‌خوایم ببینیم که در صورتی که بخوایم به صورت پیشرفته تر بک‌گراند پروژه خودمون رو تنظیم کنیم و اون رو سفارشی سازی کنیم، به چه نحو میتونیم این کار رو انجام بدیم. وارد پروژه خودمون میشیم و بعد وارد قسمت بک‌گراند انتم میشیم. بعد از اینکه رنگ پس زمینه رو انتخاب کردیم و یا تصویری رو که مد نظرمون بود وارد پس زمینمون کردیم، وارد ست کالر پالت میشیم. روی اون کلیک میکنم و در اینجا ادوانس ستینگ رو کلیک میکنم. به این ترتیب برای ما محتویات موجود در ادوانس ستینگ باز میشه که در اینجا میتونیم چارت رنگ هایی که مد نظرمون هست رو تنظیم کنیم و اون رو شخصی سازی کنیم. این قسمت شامل دو بخش هستش که ما میتونیم با استفاده از این بخش جدول رنگ هایی رو داشته باشیم که برای مثال ارائه ما و نوع ارائه ما داره پس زمینه تیره باشه، که میتونیم از این بخش ما رنگ ها رو تعریف کنیم و یک چارت رنگی خاصی رو به اون اختصاص بدیم. و در این قسمت ما میتونیم در صورت اینکه کل پروژه ما به صورت رنگ روشن و به عبارتی لایت بود، میتونیم رنگ ها رو تغییر بدیم و جدول رنگی تیره رو داشته باشیم که بتونیم همخونی رو بین بک‌گراند و نوع تصاویر و فونت هایی که میخوایم انتخاب کنیم رو در اینجا داشته باشیم که با هم همخونی داشته باشن. همطور که در اینجا ملاحظه میکنیم، برای ما باکس رنگ های رو قرار داده که میتونیم به عنوان دیتا از اونها استفاده کنیم و دیتا های خودمون رو با استفاده از این چارت رنگی ایجاد کنیم، که اگر روی این مورد کلیک کنیم و یا هر مورد دیگه، برای ما کد هگزای رنگ اون مشخص میشه که میتونیم ما در اینجا کد هگزای رنگ هایی که مد نظرمون هست رو از نرم افزار فتوشاپ دریافت کنیم و وارد این بخش کنیم و به این ترتیب چارت رنگی خودمون رو در اینجا وارد کنیم. برای قسمت اکسس و گایز، یعنی محورها و راهنماها، هم در اینجا به صورت پیش‌فرض رنگ سفید قرار داده شده که میتونیم رنگ اون رو هم تغییر بدیم، و یا در مورد لیبلز و بک‌گراند هم به همین صورت. برای زمانی که ارائه ما به صورت لایت یا رنگ روشن هست، با استفاده از این قسمت ما میتونیم چارت رنگی که مد نظرمون هست رو وارد کنیم، که دیتاها برای ما به این شکل مشخص هست که میتونیم تنظیمات رنگی رو در اینجا داشته باشیم. برای محورها و راهنماها در اینجا رنگ مشکی رو به صورت پیش‌فرض قرار داده که میتونیم رنگ دیگه رو قرار بدیم، و همچنین در مورد برچسب ها یا لیبل ها و بک‌گراند هم به همین صورت میتونیم قرار بدیم. اما کد هگزا رو چجوری ما از نرم افزار فتوشاپ دریافت کنیم؟ برای منظور من وارد نرم افزار فتوشاپ میشم. قبل از اینکه وارد نرم افزار فتوشاپ بشم، در مورد رنگ هایی که در این قسمت هست توضیح بدم. این رنگ ها اختصاص داره به این تمی که من انتخاب کردم، که اگر خاطرتون باشه بک‌گراندی برای این تم وجود داشت که به صورت تیره بود و این رنگ ها هم به صورت اختصاصی مربوط به این تم هستش که میتونیم تغییر بدیم و تم خودمون رو شخصی سازی کنیم. در نرم افزار فتوشاپ در این قسمت من روی این ابزار کلیک میکنم و میبینیم که کادری برای ما باز میشه که کالر پیکر هست، که ما میتونیم رنگی که مد نظرمون هست رو از این قسمت انتخاب کنیم و رنج اون رو مشخص کنیم، و از این قسمت هم میتونیم رنگ ها رو در حوزه های رنگی مختلف مشاهده کنیم. برای مثال اگر من این رنگ مد نظرم باشه، با کلیک در این قسمت میبینیم که در اینجا رنگ مشخص میشه و من میتونم از این قسمت کد رنگی که مربوط به این رنگی که انتخاب کردم هست رو داشته باشم و کپی کنم. برای مثال اگر من این رنگ رو کپی کنم و بعد وارد نرم افزار پرزی نکس خودم بشم و روی یکی از این موارد، برای مثال روی این مورد کلیک کنم، و در این قسمت من کد هگزایی که از نرم افزار فتوشاپ دریافت کردم رو میتونم در اینجا کپی کنم. توجه داشته باشین که نماد شارپ حتما در ابتدای کدی که میخوایم وارد کنی وجود داشته باشه، و اگر وجود نداشت به صورت دستی از صفحه کلید خودتون این عدد رو وارد میکنید. میبینیم که تغییر پیدا میکنه و متناسب با این رنگ هم رنگ های موجود در دیتا تغییر پیدا میکنه.
در صورت اینکه شما به نرم افزار فتوشاپ دسترسی نداشته باشین و یا سیستم شما نرم افزار فتوشاپ رو نداشته باشه، با انتخاب چارت رنگی که در اینجا هست میبینیم که در اینجا یک تولتیپی باز میشه که با انتخاب دایره رنگی که در این قسمت هست کادری شبیه به چیزی که ما در نرم افزار فتوشاپ برای انتخاب گستره رنگ در اختیارمون قرار میده وجود داره که میتونیم از این قسمت ها هم با جابجا کردن موس وارد حوزه رنگ بشیم و یک مورد رو انتخاب کنیم و بعد از اینکه رنگ خودمون انتخاب کردیم مورد Add to Custom Colors رو کلیک میکنیم و میبینیم که در اینجا به صورت رنگ های پیش فرض بر ما مشخص میشه و بعد اوکی میکنم. میبینیم که رنگ این قسمت تغییر پیدا کرد و به صورت خودکار کد هگزای مربوط به اون هم مشخص شد. به دو طریق که در اینجا گفته شد تونستیم رنگی که مد نظرمون هست رو وارد این بخش بکنیم و تنظیمات رو داشته باشیم و از اون استفاده کنیم و در نهایت رنگ مورد نظر خودمون رو از این قسمت تنظیم کنیم. در این بخش هم با نحوه سفارشی سازی بک‌گراند به صورت پیشرفته و تنظیم رنگ اون در نرم افزار پرزی پلتفرم پرزی نکست آشنا شدیم.